تطبیق بوریا نقشبندی حزب کمونیست کارگری ایران خط حکمتی است خط رسمی دوام سه دقیقه خسنه هاشید سه دقیقه راست باشه من میخوام در مورد این موضوع نمه این که سوالی که شاید سوالی که شاید ذهن همه ما پیش اومده باشه اینه که آیا این خیزش به پیروزی میرسه؟ خود طرح این سوال حاوی دو نکته دیگه است. خیزشی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و انقلاب کنه و خود سرانجام انقلاب. راست جامعه تلاشش اینه به عنوان یک آلترناتیو روی این خیزش رژیم چنج کنه، روی این خیزش لابیگری کنه، روی این خیزش بی افقی رو اون جامعه ترویج بده و روی این خیزش بتونه یه مهره از این مهره دیگه رو عوض کنه. این بدیلیه که راست اون جامعه یه جامعه یه انقلاب و یه قیام میخواد که افق سیاسی روشن نداره، سیاست روشن نداره، شعار مشخص روشنی نداره و آلترناتیو و بدیل مشخصی رو برای خودش بعد سرنگونی تعریف نکرده. راست جامعه خودش رو از همین امروز سازمان داده که مانع سازمان یافتگی و داشتن یک افق سیاسی و روشن تو اون جامعه باشه. در مقابل این افقی دیگه ای هست و آلترناتیو دیگه ای هست بدیل کمونیستی تو اون جامعه و بحث حاکمیت شوراییه که ما کمونیست ها آلترناتیو برای این بدیل هستیم بعد سرنگونی جمهوری اسلامی. بعضاً سر این که اعتراضات امروز که فقط میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و بس اتحاد میکنن، بس یه که راست تو این موقعیت میخواد روش مانور بده، بس اینه که تو شرایط امروز، تو اعتراضات امروز ایجاد کمیته ها، ایجاد شوراهای محلات تو محلات زندگی و کار اینا بدیلی هستن که میتونه تضمین کننده یک آینده روشن، یک انقلاب مشخص و یک افق مشخص و روشن رو تو اون جامعه در سطح سراسری به وجود بیاره. و به همین نسبت می‌دونیم که میدیای راست، میدیایی که متعلق راست جامعه است، در مورد فرضاً تو کردستان اگه اتفاقاتی که امروز داره اتفاق میفته، شعارهای سرخی که تو کردستان داده میشه، پرچمهای سرخی که تو کردستان برافراشته میشه رو سانسور میکنه، ولی اگه یه جای یه نفر یه پرچم از شیر و خورشید رو یه جا نصب کنه، تمام میدیا، کل میدیای راست اونو لاسه و بلف میکنن. همین موضوع.